به نام خدا سلام به یکی دیگه از برنامه های کانال مسلمان تیوی خوش اومدیم نقل شده که روزی بهلول به دیدن هارون و رشید رفت هارون چند تا سال از بهلول میپرسه و بهلول جواب اونها رو به درستی میده و هارون یه لباس گرون قیمت به بهلول هدیه میده بعد از چند روز دوباره بهلول به دیدن هارون میره هارون میگه چرا لباسی که بهت بخشیدم رو نمیپوشی بهلول میگه برای چی اون لباس رو به من بخشیدی هارون میگه برای اینکه پاسخ سوال هایی که از تو پرسیدم رو خوب جواب دادی بهلول میگه من یه روز که برای غذای حاجت رفته بودم چند سوال از مدفوعات کردم اونها هم خوب جواب دادن و من لباس شما رو به اونها بخشیدم هارون میگه بگو ببینم چه سوالی کردی و چه جوابی شنیدی بهلول میگه وقتی اونجا چشمم به مدفوع خودم افتاد فورا ناراحت شدم و چشم خودم رو روی هم گذاشتم و در حالی که بوی گند اون هم منو ناراحت میکرد ناچار دماغ خودم رو گرفتم و بعد سوال کردم که آیا شما همون سیب های گلاب و زردالو زیبا و معطر نیستید؟ گفتن بله همون هستیم گفتم شما مغز پسته، مغز بادوم و شیرینی های لذیذ نیستید؟ گفتن بله ما همونها هستیم بعد سوال کردم پس چطور شد که اینطور بوی گند میدید؟ همه گفتن تا زمانی که بر سر درخت و تو مغازه میوه فروشی و مغازه خاربار فروشی و شیرنی فروشی بودیم بوی خوبی داشتیم ولی وقتی وارد شکم شما آدما شدیم بعد از چند ساعت ما اینطور گندیده شدیم هرچند که این قصه یه تنزه ولی یه حقیقته اگه همونطور که گفته شد انسانی نعمتهای بیشمار رو بخوره تا بمیره و اصلا عبادت خدا رو به جا نیاره نماز نخونه روزه نگیره زکات مالش رو به مستحق نده خمس مالش رو نپردازه حج نره و شکر خدا رو به جا نیاره و هیچ کدوم از دستورات خدا رو انجام نده آیا حاصل عمر این مردم غیر از یک شاه پر از مدفوع و ادرار چیز دیگه یه؟ امیدوارم همه من و شما بهترین بندگان خدا باشیم و همچون چارپایان سرگرم زندگی مادی نباشیم هرچند مادیات برای ادامه زندگی لازمه اما نباید آخرتمون رو به دنیای زود گذر بفروشیم دنیا مثل یک سفر موقته مثل یک است که ما چند روزی تو اون مهمونیم و بالاخره باید برگردیم به خونه اصلیمون آدم عاقل آدمیه که توی این فرصت دو روزه توشهی رو برای منزل اصلیش تهیه بکنه ممنون که تا انتهای این برنامه همراه من بودین با لایک ویدیو کمک میکنید یوتون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم خدا نگهدارتون